60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. جایزه صلح نوبل امروز در مراسمی رسمی در اسلو با حضور جمعی از شناخته شده ترین چهره‌های ایرانی مدافع حقوق بشر به نرگس محمدی اهدا شد. این فعال سرشناس حقوق بشر در ایران زندانی است و این روزها در اعتصاب قضا به سر می‌برد. کیانا و علی رحمانی فرزندان دوقلوی نرگس محمدی به نمایندگی از مادرشان مدال طلایی و دیپلم افتخار نوبل را از دست رئیس کمیته نوبل در نروژ و در حضور پادشاه و ملکه نروژ دریافت کردند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در حاشیه این مراسم گفت که اهدای این جایزه به معنای قدردانی از مقاومت فعالان مدنی در داخل ایران است. در پیام نرگس محمدی این جایزه حمایتی معنادار از جنبش زن زندگی آزادی تلقی شد. اهدای جایزه نوبل به نرگس محمدی همزمان شده با 50مین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر. آیا با این جایزه مسئله حقوق بشر در ایران بیشتر از گذشته توجه جهانی را جلب خواهد کرد؟ آیا چنین جوایزی باعث گشایشی در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد شد؟ بیشتر در این مورد حرف می‌زنیم. اول گزارشی از بهمن کلباسی. گرد همایی اهدای پرآوازه‌ترین جایزه صلح جهان برای زنده نگه داشتن امید که روزی در ایران هم بلبل پربسته ز کنج قفس درآید و نغمه آزادی نوع بشر سراید. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن. کیانا و علی دوقلوی 17 ساله نرگس محمدی هم مدال و لوح افتخار صلح نوبل را به نمایندگی از مادر دربند دریافت کردند، هم اینجا صدای او برای افکار عمومی خارج از ایران شدند. زن، زندگی، آزادی. ای کاش مادرم اینجا بود تا خودش این جایزه را تحویل بگیره. من و علی به جای مادرم متن سخنرانی را میخونیم. از ریاست و اعضای محترم کمیته نوبل صلح سپاسگزارم که با اعطای جایزه معتبر و پر افتخار صلح نوبل از جنبش باشکوه زن زندگی آزادی و از یک زن زندانی مدافع حقوق بشر و دموکراسی خواه حمایت معنادار و پرقدرتی کردید. یقین دارم تأثیر تردیدناپذیر جایزه صلح نوبل بر جنبش پرقدرت اخیر ایرانیان برای صلح، آزادی و دموکراسی بیش از فزونی قدرت مبارزه و مقاومت فردی من خواهد بود و این برای من امیدآفرین و شورانگیز است. من یکی از میلیون‌ها زن سربلند و مقاوم ایرانیم که برای رفع ستم، سرکوب، تبعیض و استبداد به پا خواستند. یاد می‌کنم از زنان بی‌نام و نشانی که در حوزه‌های گسترده سرکوب بی‌امان جسورانه مقاومت و در واقع مقاومت را زندگی کردند. این پیام را از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان می نویسم. من یک زن خاورمیانه‌ایم. من زنی زندانیم که در تحمل رنج‌های عمیق و جانکاه ناشی از فقدان آزادی، برابری و دموکراسی به ضرورت وجود آنها پی برده و ایمان یافتم. جنبش زن زندگی آزادی وارث و وامدار همه این سالها مقاومت با استراتژی گوناگون است. از اعتراضات فراگیر و خونین مردم به انتخابات فرمایشی و متقلبانه 88، دی ماه 96 تا اعتراضات آب، از آبان خونین 98 تا اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اعتراضات مستمر معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی. این روزها سبک زندگی بستر مقاومت روزمره جوانانی است که خیابان و عرصه عمومی را به فضایی برای مقاومت مدنی فراگیر تبدیل کرده‌اند. مقاومت مداوم و خشونت پرهیز بس سترگ است. این همان راه دشواری است که ایرانیان به اتکای آگاهی تاریخی و اراده جمعی خود تا امروز پیمودند. مردم ایران با استمرار انسداد و استبداد را ویران خواهند کرد. تردید نکنید، این امر قطعی است.
من در کنار جامعه مدنی، زنان و مردان مقاوم و شجاع ایران با امید و اشتیاق دست تمام نیروها، جریانات و افراد با محوریت پایبندی به صلح و میثاق جهانی حقوق بشر و دموکراسی را می‌فشارم. یقین دارم نور آزادی و عدالت با قدرت به سرزمین ایران تابانده خواهد شد. در آن بزنگاه پیروزی دموکراسی و حقوق بشر را بر استبداد و اقتدارگرایی جشن خواهیم گرفت و پژواک سرود پیروزی مردم در خیابان‌های ایران در سراسر جهان تنین انداز خواهد شد. صندلی خالی خانم محمدی نمادی برای این واقعیت تلخ که او یکی از تنها سه برنده جایزه نوبل صلح در بیش از یک قرن سابقه این نهاد است که در هنگام اهدای این جایزه پشت میله‌های زندان مانده. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. مراسمی که بیشک در تاریخ مبارزات فعالین حقوق بشر در ایران ثبت خواهد شد. مقام‌های نروژی، شهروندانی که زنده این برنامه رو دنبال می‌کردن، حاضرینی که از سراسر جهان دعوت شده بودند، هم پیام مفصل نرگس محمدی از زندان اوین رو از زبان فرزندان شنیدن، هم آواهای آشنا از ایران از خانم مهسا وحدت تا مژگان شجریان، و در نهایت هم وقتی کیانا و علی فرزندان نرگس محمدی و تقی رحمانی خارج می شدن، یک بار دیگه یک تشویق گرمی رو شاهدش بودن که نشانی از احترام جمع برای نرگس محمدی و خانواده اش است. بهمن کلباسی، بی بی سی، اینجا در شهر اسلو. بهمن کلباسی در حاشیه این مراسم با گلشیفته فراهانی، بازیگر و فعال مدنی، گفتگوی داشت و از او در مورد تأثیر این جایزه پرسید. به هر حال این اتفاقات خیلی خوشیوم یک سپاتلایت میندازن روی مسائل. مثلا امروز نسرین و همبندی‌هاش اعتصاب غذا کردن برای حقوق باهائی‌ها، برای حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی که دارن رنج میبرن در ایران. خب این یه سپاتلایت میذاره، فوق‌العاده است. ولی من فکر می‌کنم نبرد ما، جنگ ما، یک جنگیه که داره در تاریخ اتفاق میفته و این درسته که این اتفاقا یک اکسانی میدن، یک کوچولو انگار که ما یه نوتی شنیده میشه ولی موسیقی ادامه داره. همونطور که دیکتاتورها، همینطور که این چیزهای منفی نمیتونن ما رو خاموش کنن، این مسائل توی نبرد ما انقدر محکمه، انقدر ما داریم پیش میریم. ما تا زمانی که به آزادی نرسیم نسل های بعد از پا نمیشینن، ما از پا نمیشیم. این بچه هایی که الان به دنیا اومدن، این بچه های جوون دهه، این بچه هایی که من دیگه ندیدمشون، الان کیانا پسر دختر و پسر نرگس، میبینی فارسی درست به اندازه مثل ماها حرف نمیزنن، ولی این بچه ها خواهند جنگید، تا آخر عمرشون خواهند جنگید، هر جای دنیا باشن خواهند جنگید، بچه های ما خواهند جنگید. جمهوری اسلامی از دست ما جون سالم به در نمیبره، هیچ دیکتاتوری به در نمیبره. هر چقدر هم که باشن، موسیقی هست، فرهنگ هست، ما نوروز رو داریم، شب یلدا رو داریم، این چیزها رو هیچ کس نتونسته از خون ما بگیره، با اینکه انقدر سعی کردن، چقدر هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن، نمیتونن. ما این ریشه‌ای که در فرهنگ ما وجود داره، این ریشه عمیق‌تر از این حرفاست که به این بادا بلرزه. آره، ما داریم در واقع قیمت گزافی رو، هزینه گزافی رو پرداخت میکنیم. آدم ها در زندان، اعدامی ها، کسانی که کشته شدن، در واقع شهیدای انقلاب زن، زندگی، آزادی و نسل های سوخته از زمانی که این انقلاب شده. ما نسل در نسل سوخته، طبیعت سوخته، ایران سوخته. ولی ایران سوخته یه مزرعه انگور سوخته است که ریشه هاش زنده است و این ریشه ها هر جوری هم بخوان نابود بکنن این گیاه ها، این ریشه ها بازم جوونه میزنه و ما تا زنده ایم، تا نفس میکشیم، میجنگیم برای آزادی، میجنگیم. بیدی هم نیستیم که با هیچ بادی بلرزیم.